رفقای گلم سلام، به کانال ارز دیجیتال پیرسن خیلی خوش اومدید. متشکرم که در این ویدیو آموزشی باز با من همراه هستید. امیدوارم که حالتون خوب باشه، حال تریداتون خوب باشه اگه هولدرید، حال کیف پولتون خوب باشه و کلن وضعیت مالیتون وضعیت مناسب و خوبی باشه. یه سری صحبت ها دارم اول همین ویدیو، بعد قراره یک استراتژی اسپات بهتون معرفی بکنم که میتونید در تایم فریم دیلی ازش استفاده بکنید. اونهایی که اعصاب و حوصله پای چارت نشستن رو ندارن میتونن اثبات کنن و حالا ترید های کوتاه مدت یا فیوچرز کار نکنن و از این سود اثبات بتونن استفاده بکنن. پس ویدیو رو جلو نزن، یه سری نکات مهم رو میخوام بهتون بگم. من تقریبا 6 ماه یا 7 ماهی که دارم راجع به استراتژی معاملاتی صحبت میکنم. چیزی هم که بازخوردش خیلی بیشتره همین استراتژی معاملاتی، یعنی من سعی کردم که بیام نکات دیگه هم بگم، راجع به ارزهای دیگه صحبت بکنم، راجع به ارزهایی که پتانسیل رشد بالایی دارن صحبت بکنم. همچنان این کار رو دارم ادامه میدم، ولی خب خیلی علاقه شدیدی دارن دوستان به استراتژی معاملاتی. من شاید بیش از مثلا 30 مدل 40 مدل استراتژی معاملاتی تا به حال گفتم و همچنان دوستانی هستن که واقعا نمیدونن با این استراتژی باید چجوری کار بکنن. ببینید، خیلی ها توی بازار همین شکلی هم، فقط شما نیستید، خیلی ها در بازار ببینید روش رو بلدن، استراتژی رو بلدن، همه چیز اوکیه، اصلا وارد معاملات نمیشن. یعنی مثلا میان ویدیو رو میبینن یه نیم ساعت یه ساعت میان با ما استراتژی کار میکنه تمام. ببینید، باید صرف تا صدتون رو برای هر کاری که میخواید توش موفق بشید بذارید دوستان. صرفا بیاد فقط یاد بگیرید و برید حالا توی نسخه دمو انجامش بدید که مهم نیست، از یه جایی سعی کنید شروع کنید، خودتون رو بکنید. یکم ترس داره همیشه، از چیزی که میترسید برید تو دلش. باور کنید بعدها از خودتون ممنون خواهید بود که رفتید جلو، پیش رفتید و اون ترستون رو کنار گذاشتید و رفتی تو دلش، تونستید حلش بکنید. 99% مواقع وقتی میری تو دلش تازه میفهمید ای بابا من چرا مثلا زودتر نیومدم داخلش، چرا زودتر این کار انجام ندادم، چرا ترسیدم یه مدتی. بعد متوجه میشید که آقا زودتر اگه این انجام میدادم لاغه الان انقدر جلو بودم، این کارو میکردم. این کار برای شروع دیر نیست، ولی هیچ موقع به تعویقش هم نندازید انقدری که باعث شه اون ترس های بزرگ و بزرگتر شه، از اون دایره امن خودتون خارج شید. اگه میخواید یک تحولی در زندگیتون ایجاد بکنید، حالا تو هر زمینه ای، فقط توی ترید نمیگم، توی ارزهای دیجیتال نمیگم، توی فارکس نمیگم، از اون دایره امنیت خودتون سعی کنید خارج شید. ذهن دوست داره همیشه، ذهن همیشه من گفتم تنبله، دوست داره که ساده ترین کارها رو انجام بده، زیاد بهش فشار نیاد، زیاد خودش رو تو چالش نندازه. برای همین سعی میکنه همیشه شما رو تو یک دایره امنی نگه داره. این رو برای اون دسته از دوستانی گفتم که استراتژی ها رو میبینم، مثلا میگم 10 تا استراتژی بلدم، ولی خب کار نمیکنه. بعد بهش میگی خب بک تستاتو برام بفرست، نمیدونم پوزیشن گرفته اونا رو برای من اسکرین، میگی من انجام ندادم یه بار بشنم. دوستان برید انجام بدید، اگه میخواید واقعا تو این بازار باشید برید انجام. یه جا باید برید تو دلش دیگه، یه جا باید واردش بشید، یه جا دیگه بالاخره دیگه باید برید داخلش ببینید چند مرده علاجید. همینجوری نمیشون از دور وایسید نگاه بکنید که این موج ها میاد و رد میشه، بقیه یاد میگیرن، بقیه پیشرفت میکنن. نمیگم خودتونم مقایسه بکنید با بقیه، ولی خب حداقل یک تلاشی بکنید در راستش. فقط دیدن فیلم ها صرفا مهم نیست، باید ببینید چقدر میتونید از این روش ها سود بگیرید و میتونید موفق باشید. فقط دیدن فیلم که ملاک نیست، باید برید تو دل، شروع کنید به کار کردن. خب استراتژی که امروز میخوام بهتون بگم، استراتژی که واسه اثباته، بذارید اول بهتون بگم اثبات. ببین کسایی که میخوان یک ارز رو خریداری کنن وقت ندارن و میخوان ازش سود بگیرن، ازش خارج شن. یکی دو تا از این استراتژی هم تو کانال گفتم برای اثبات، میتونید برید اونها هم ببینید. پس این استراتژی شد برای کسایی که میخوان یک ارز رو خریداری کنن سر یه تایمی، سر یه
زمان خاصی اون رو بفروشن، حالا 20%، 15%، 10% ازش سود بگیرن، خارج بشن. پس برای معاملات خریدمون قرار ازش استفاده بکنیم. اثبات معاملات یک طرف است دیگه، معاملاتی که فقط در خرید میتونیم ازشون سود بگیریم. خب قبل از اینکه برم سراغ آموزش، بگم که دوستانی که تازه وارد کانال شدن اگه روی هوم برن حالا میتونن ما رو سابسکرایب کنن، حتما هم روی دکمه زنگوله بزنید که نوتیفیکیشن براتون بیاد. ببینید وارد کانال که میشید، از قسمت هوم که وارد بشید، دستبندی ها سر جا، همه چی مرتب هست، میتونید برید قشنگ ویدیوها رو ببینید، ویدیوهایی که بیشترین بازدید رو داشتن. شورت ویدیوها هست، تحلیل های کوچیک رو من قرار میدم اینجا، میتونید برید اونها رو ببینید. استراتژی معاملاتی دستبندی مشخصی داره، میتونید اونها رو نگاه بکنید. آموزش صرافی هست، میتونید برید اونها رو نگاه بکنید. یه سری ویدیوهامون راجع به کسب درآمد ارزهای دیجیتال، حالا معرفی ارزهاست، یه سری ماینینگ های ابریه، از این دسته موضوعات. یه سری آموزش پرایس اکشن، مثلا حالا استراتژی پرایس اکشنی هم میتونه داخلش باشه، راجع به پول بک ها، انگولف، حالا یا فیبوناچی صحبت شده، و استراتژی فارکس که گفته میشه برای دوستانی که فارکس کار میکنن. اکثر استراتژی هایی که گفته میشه فارکس و بورس هم شامل میشه در کنار ارزهای دیجیتال. و در نهایت تریدینگ ویو هم که ویدیوهایی که مربوط به این تریدینگ ویو باشه هم براتون قرار دادم. سرتون رو درد نیارم، برم سراغ استراتژی که قراره امروز معرفی بکنه و اثبات هستش. از این قسمت بذارید من اینو کوچیک بکنم. از قسمت بالا دو تا مووینگ اوریج میخوام، اول دو تا مووینگ اوریجتون رو اضافه میکنید و یه دونه RSI نیاز داریم برای تاییدیه هامون. خیلی ساده و کاربردیه و میتونه بهتون کمک بکنه. همیشه گفتم دوستان اگر میخواید استراتژی داشته باشید، همیشه یک چیزی تو چنته خودتون باشه، صرفا نرید یک استراتژی رو بردارید کپی کنید ازش، عرضم به حضورتون بخواید سیگنال بگیرید، همیشه چیزی تو چنته خودتون داشته باشید. مثلا یه ذره تو کندل شناسی ها قدرت دارید، یا مثلا توی استراتژی هایی که خودتون کار کردید فهمیدید که خب بعد از این کندل مثلا این اتفاق میفته، یا مثلا مووینگ اوریج 200 رو ادغام میکنه، یا هر چیزی که خودتون میدونید بهتون کمک میکنه رو میتونید به چارت و تحلیل ها و به این استراتژی که میگم اضافه بکنید و این میتونه کمک شایانی بکنه به این که شما بتونید نتایج بهتری رو بگیرید. کلا استراتژی معاملاتی همینه دیگه، هر چیزی که شما بهش تسلط بیشتری دارید، باهاش راحت ترید و میتونید سیگنال های بهتری رو بگیرید، میتونه استراتژی شما باشه. حالا استراتژیتون میتونه حد ضرر و حد سود معینی داشته باشه، میتونه دلی باشه، میتونه هر جوری که دوست دارید باشه، میتونید بر مبنای اون حالات روحی خودتون استراتژیتون رو تغییر بدید و گفته هایی که من در کانال هم میگم میتونید تغییرش بدید، به هر نحوی که دوست دارید میتونید تغییرش بدید و ببینید که براتون مفید هستش یا نه. پس ما دوتا مووینگ اوریج داریم که اونها رو اضافه میکنیم، میریم تو قسمت مووینگ اوریج هامون و اینپوت هاش رو ما قراره که تغییر بدیم. پیش‌فرض روی 9 هست، یکیش رو میذاریم روی 5 و استایلش رو به رنگ قرمز رنگ تغییر میدیم، رنگش رو یکم زخیم میکنیم، اوکی میکنیم. مووینگ اوریج دوم رو رنگش رو آبی میکنیم، زخیم میکنیم، عددش رو میذاریم روی 50 و دکمه اوکی رو میزنیم. میریم سراغ RSI مون رو اضافه میکنیم به چارت اون، از قسمت ایندیکیتورها روی ستینگ میزنیم، دورش رو کاری نداریم، ولی از قسمت استایل این عدد 70 هستش که میکنیم 55، اگه اشتباه نکنم این عددم 30ه که میکنیمش 45 و روی دکمه اوکی کلیک میکنیم. خیلی ساده میشه ازش سیگنال گرفت و خیلی کاربردی میتونه باشه. سالیان سال هستش که دارن از این استراتژی استفاده میکنن و میتونه برای شما هم برای معاملات اثباتتون مفید باشه. چجوری ازش سیگنال میگیریم؟ من قلم رو بیارم. ببینید این مستطیله آبی رنگ رو مشاهده میکنید، هر موقع که قیمت داخل این مستطیل بود ما وارد معامله نمیشیم، پس تاییدیه RSIمون رو قرار از این بگیریم. خب ببینید مووینگ اوریج ها همیشه تأخیر دارن، یکی از مشکلات بزرگ مووینگ اوریج ها همینه که تأخیر دارن، بس باید تأخیرشون رو یکم
ما اصلاح بکنیم و بیایم یه فیلتر قرار بدیم که برای ما اصلاح رو انجام بده. میرسیم به اصلاح مووینگ اوریج ها، سیگنال های مووینگ اوریج ها که همون RSI ما هست و این شکلی که ما براش در نظر گرفتیم و این محوطه‌ای که براش در نظر گرفتیم. خب دوستان قراره چجوری سیگنال بگیریم؟ هر موقع مووینگ اوریج قرمز ما مووینگ اوریج آبی ما رو کراس کرد، حالا از هر طرفی، به طور مثال اینجا اومده از بالا کراس کرده ولی قطع نکرد، هر موقع قطع کرد و از اینجا عبور کرد، ما اجازه داریم در یکی دو کندل بعدش وارد معامله بشیم، ولی باید تاییدیه‌اش رو حتما دریافت کرده باشید. تاییدیه رو کجا میگیریم؟ تاییدیه رو ما از این نقطه دریافت میکنیم. خب هر موقع این اتفاق افتاد، یعنی اومد اینجا، ما اجازه داریم که پوزیشن سیل بگیریم به شرطی که RSI ما زیر این محوطه 45 ما قرار گرفته باشه. ببینید اینجا این اتفاق نیفتاده و این سیگنال خوبی نمیتونه باشه برای اثبات ما. ببینید چون اندیکاتورن تأخیر دارن، یک چیزیه که اجتناب ناپذیره و تأخیرشون رو باید به جون دل بخریم. از اون ور داستان یه چیز دیگه هم هست، برای همین وقتی یک سیگنالی رو به ما میدن دیگه سیگنال درستی رو میدن، پس میتونیم یک کندل هم صبر بکنیم تا تاییدیه انجام بشه. یعنی اگه اومد اینجا رو قیچی کرد، اینجا هم RSI بود، ما صبر کنیم یک کندل دیگه تشکیل بشه. کندل کوچیکه، نه همچین کندلی بزنه، کندل انقدی شکل گرفت، تموم شد، بسته شد، ما شروع کنیم به باز کردن معاملمون، خب، و وارد پوزیشنمون بشیم. شما من میگید منصور من اومدم اینجا تاییدیه رو نگرفتم، اینجا هنوز شکل نرفته، اینجا اوکی شد، خب من در این کندل وارد شدم، اینجا من تاییدیه داد، اینجا شد نقطه ورود من، من استابلاسم رو کجا بذارم؟ استابلاست رو بیار بذار پشت مووینگ اوریج 50، خب میتونی یکم پایین تر بذاری. اثبات دیگه، دست و دلت زیاد نترسه برای اینکه اثباتت رو یکم بذاری پایین تر، خب، ولی از اون ور میتونی سود خوبی رو، من بهت قول بدم که بتونی سود خوبی رو بگیری از این روش، به شرطی که بدونی کجا وارد بشی و بلد باشی. حالا من بهت میگم دوستانی که پرایس اکشن بلد باشن اینجا هیچ موقع وارد معامله نمیشن. چرا؟ چون دارن کندل های لاجون و بیجون رو میبینن. نگاه این چه کندلی آخه، این واسه وارد شدن اصلا مناسب نیست. ما هم هیچ موقع وسط کندل که وارد نمیشیم، مثلا این یه کندله، ما هیچ موقع اینجا وارد نمیشیم که. من الان تایم فریم 15 دقیقه هم، خب برای آموزش اومدم این رو گفتم، ولی در تایم فریم دیلی شما اینجای بازار هم وارد نشید، صبر کنید کندل بسته شد، در کندل بعد شما وارد بشید، بعد کندل هایی که جون داشته باشن. ببینید اینجا یکم بیرون زدگی هست، شما میگه خب اینم داره میاد بیرون فلان، و شاید اینجا وارد مثلا پوزیشن میشدید. اینجا هم درسته ضرر شما نمیخورده، ببینید ضرر شما مثلا میتونست اینجا پشت دره قبلی باشه و اینجا وارد ضرر نمیشدید، ولی خب استرس داشتید دیگه، آی خدا این چرا بالا نمیره، آی چرا پایین نمیاد، این استرس ها رو دیگه ندارید وقتی جای درست رو وارد بشید. پس اگر کندل شناسی هم بلد باشید و پرایس اکشن بدونید میتونه بهتون بسیار کمک بکنه. ببینید ویدیو طولانی شد ولی نکاتی رو دارم بهتون میگم که میتونه براتون مفید باشه و میتونید به عنوان یک بخشی از اون استراتژیتون این رو داخلش بگنجونید و مد نظر قرار بدید. خب میگید که از معامله خارج بشم. خب از معامله خارج شدنتون، ببین من خودم وقتی اثبات میگیرم معمولا 20% 15% از این بازار ارز دیجیتال میگیرم خارج میشم. این نظر شخصی منه، استراتژی شخصی منه و من اینجوری باهاش راحتم، اینجوری اوکی ترم و اینجوری باهاش کار میکنم. استراتژی شما میتونه متفاوت باشه، هر جوری که دوست دارید میتونید کار بکنید، میتونید 5% بگیرید خارج شید، میتونید 10% بگیرید خارج شید، میتونید بر حسب پرایس اکشن خارج شید، اومدید این کندل ها رو دیدید، فشار سلر ها رو دیدید خارج شید، میتونه استراتژیتون باشه. و میتونید مثلا اینجا یه استراتژی دیگه بهتون بگم برای خروج. ببینید اینجا یک خط داریم، یک ناحیه داریم 70،
خب میتونید این خط رو برای خودتون ترسیم کنید که آقا قیمت اگه رفت بالا، قیمت برگشت به این ناحیه 70 دوباره خارج بشه، یا مثلا قیمت از 80 رفت بالا اومد برگشت رو 80 خارج بشه. این استراتژی ها رو خودتون میتونید برای خودتون بنویسید و بسازیدش و فقط منتظر نباشید که یه نفر بهتون بگه نقطه خروج کجاست، نقطه ورود کجاست. دیگه شما میتونید با این استراتژی قشنگ بازی بکنید و هر کدوم از دلش یه چیزی در بیارید و یه چیزی رو ازش استخراج بکنید که به شما و به استراتژی شما کمک بکنه. پس شد کجا؟ ببینید یک مثال دیگه هم براتون بزنم خیلی ساده. نقطه ورود، یکی از نقاط ورودمون میشده مثلا این نقطه. اینجا من بهتون بگم شما از این حالت هم میتونید سود بگیرید، این حالتی که خب مووینگ اوریج 5 اومده اینجا برگشته، خب خودش میتونه یه کمک باشه برای شما. میتونید اینجا وارد معامله بشید چون خب نتونسته بشکنه، قدرتشو نداشته، روند سعودی بوده، قبلش رو دارید نگاه میکنید و بیاید اینجا بر حسب استراتژی خروجتون حالا هر جوری که هست کندل ها رو نگاه کنید یا اون ناحیه 70 یا 80 که من گفتم رو نگاه بکنید و بیاید از معاملتون خارج بشید و سودتون رو بگیرید. من در تایم فریم 15 دقیقه بهتون گفتم، در تایم فریم دیلی هم همین شکله، سودهاش خیلی بزرگتره و معاملات اثبات معمولا بلند مدت، میان مدت یا بلند مدت میتونه اینجوری به شما سود بده. نقطه ورودی هستش که دارید مشاهده میکنید، اگر اینجا وارد میشدید و حالا بر حسب استراتژی پرایس اکشن رو تو میخواستید خارج شید، میتونستید 10% از اینجا بگیرید حداقل، و اگر نه همچنان صبر میکردید میتونستید تا 24% ازش سود بگیرید و خارج بشید. در نهایت کلیت حرف من در این آموزش این بود که شما میتونید، من یه استراتژی رو میگم، استراتژی ها من درآوردی نیست، از سر تا سر وب جمع شده، حالا استادهایی که کار کردن، تحلیلگرایی که مثلا باش راحت بودن، اینا برآیند اینا جمع شده، مثلا من اومدم دارم میگم، میگه همش از خودم که استراتژی در نمیارم، که چند تا آدم مگه میتونه استراتژی بسازه؟ این از سر تا سر وب جمع میشه و من میبینم مفیده، میام یه تستی میگیرم، بعد آموزشش رو میام براتون میذارم، بعد خب خیلی جالبه که دوستانم میان سوداشون رو برای من میفرستن و مطمئن میشم که خیلی از دوستان دارن کار میکنن، یعنی دنبال کار کردنه هستن، فقط نیومدن یا آموزشی رو ببینن برن. خوبی این استراتژی اینه که میتونید دستکاریشون کنید، باگاش رو بگیرید خودتون، به یک برایند و یک چیز شکیل درست حسابی، پکیج درست حسابی برسید که میتونه به خودتون کمک کنید که بتونید سودهای خوبی هم ازش بگیرید. من یه استراتژی معاملاتی گفته بودم، حالا اونایی که قدیمی تره کانالم میدونن که این خطوط رو اومده بودم مشخص کرده بودم، ترند لاین ها رو اومده بودم مشخص کرده بودم، از اونها میشد سودهای خیلی خوبی گرفت. یکی دو تا از دوستا هنوز دارن با اون روش کار میکنن و سودهای خوبی هم دارن ازش میگیرن. قرار نیست هر استراتژی که گفته میشه برید کار کنید، برید انجامش بدید. یه استراتژی رو پیدا بکنید، باهاش راحتید، اوکی کنید. مثلا استراتژی اثبات میخواید، میاد با این کار میکنید، یه فیوچرز میخواید، میرید یه فیوچرز یاد میگیرید و میتونید اینها رو با هم ادغام کنید، متفاوتش کنید، تغییرات توش اعمال بکنید، میبینید یه برهه زمانی دیگه بهتون سود نمیده، مثلا توی ارزهای دیجیتالی مدت، مثلا میبینید تو فارکس بهتون سود میده. اینها چیزایی هستش که خودتون باید دستکاری بکنید و بهش برسید. ممنونم که در این ویدیو آموزشی با من همراه بودید، یک ویدیوی 20 دقیقه‌ای شد تقریبا، امیدوارم که تا این انتها دیده باشید، چون نکات به ذهن خودم مفیدی بود که خواستم به شما هم بگم. در کل موفق و پرسود باشید و امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. ممنونم، خدا نگهدار.